باشیم و نمایندگان خوبی هم در این عرصه باشیم. خب با توجه به اینکه شما فرمودید و قبلا می‌دونستیم که شما از قریه سیاوشان هستید یا اگر درست تلفظ کرده باشم، و ما می‌دونیم که این نام در تمام حوزه تمدنی ما به نقاط مختلفی داده شده، به مراسم مختلفی داده شده و به مکان‌های مختلفی حالا به هر شکل نام سیاوشان نسبت میدن. و چه تصمی یا اون دلیل نامگذاری اون شهر شما چی بوده؟ میتونیم برمون توضیح بدید؟ خب نظر به اسطوره ها و شهرنامه فردوسی، عقاید در خود محل سیاوشان وجود داره که بعد از اینکه سیاوش پدر از اور، یعنی نظر به مو مشکلاتی که پیش آمده بوده، او یک شکل تر کرد. سیاوش آمد به قریه به می منطقه که فعلاً به نام سیاوشان نام می‌ذاره کنند. آمد اونجا با خانم خود و در یک قلعه به نام قلعه که فعلاً به نام قلعه یاد می‌کنند، اونجا بودواش داشت که همه ما با کلمه سیاوش که از کلمه از یک از شاهزاده‌های سلسله کیکاووس پادشاه می باشه آشنایی داریم. بران او در آنجا برای مدت زندگی کرده و در حدودا نشانه های زیادی از کارهایی که در اونجا انجام داده مانند بالا حصارهای وجود داره در قلعه سیاوشان که در قسمت اول قریه خود نمایی میکنه. اینا همه نشان دهنده همون تاریخ کهنه که در اون وقت سیاوش خود از اون آنجا آمده و کارها انجام داده. و مردم هم در همین عقیده هستند که وقتی که سیاوش داخل قریه شد، کلن انعنات و رسم و رواج های نوی داخل این قریه شد و چیزهای جدیدی به وجود آمد که همه مردم پیرو از او بودن. و حتی وقتهایی هم بعد از این که سیاوش کشته میشه، در اونجا آنقدر ماتم گرفته بودن که به عنوان ماتم سرا ما داریم. همین حال به قریه سیاوشان خانه های مخصوصی هست که اونا رو به نام ماتم سرا یاد میکنن و در آنجا آتش میافروختن و دیگه که مردم خود خود سیاه‌پوش میکنن بنا به امور رسم و رواجی که در قدیم بوده. وقتی که کس کشته میشه یا فوت میشده، همون چیز هنوز هم در آنجا رواج داره و بعد از کشته شدن سیاوش هنوز هم ادامه داره و از این رسم و رواج پیروی میکنن و اونها در همین عقیده هستن که این چیزهایی که داخل این قریه شده از برکت وجود سیاوش بوده و همه از اونها تا حال مردمانی که در قریه سیاوشان قرار یعنی موقعیت دارن، آنها خود از اونها به این عقیده هستن که این فرهنگ و این انعنات همیشه ادامه بدن و هیچ وقت فراموش نکنند. بنام به خاطر از اینکه خیلی تمام قسمت های قریه سیاوشان هر قسمت از اینکه بریم یک نمای از کارهای سیاوش وجود داره. سپاسگزاریم از شما. سیمین جان، خب الان شرایط اون منطقه به چه صورته؟ آیا برای نگه داشتن آیین‌ها و رسوم‌هایی که از کهن در اون منطقه مونده مشکلی وجود نداره در اون منطقه، یعنی پیوسته اجرا میشه یا اینکه کم و زیادهایی هم شده در اونجا؟ راستش نظر به شرایطی که در فعلا در خود افغانستان هم میخبر دارن که شرایط خیلی شرایط خوبی نیه از نظر سیاسی و در منطقه سیاوشان و هرات طالبا خیلی زیاد در اونجا بوده باشن. خصوصا قریه سیاوشان یک قریه که از وقت مجاهدین در آنجا مردم خیلی کمک ها کرده بودن به مجاهدین و یک رقم آشیانه مجاهدین اونجا شده بود. بنان همین حال متاسفانه طالبا جای از اونا میگیرن و نظر به خب چیزی گفته نمیتونم که اونها خیلی مثلا یعنی اسلام مسلمان های افراطی گفته میشن، این چیزه من گفته نمیتونم، ولی
بعض مسائل آنها جلوگیری کردن. به طور مثال وقتی که در سیاوشانی حتما هست که در چهارشنبه سوری آنها آتش میفروزن و شده بچه ها در کوچه ها یا یکمی اطفال در کوچه ها وقتی که آتش افتاده شده از بالای آتش میفرن و این کارها آنها جلوگیری کردن. ولی باز هم از چهارشنبه اول سال که زنها میرفتن به زیارت ها آنجا میله میگیرفتن اونا جلوگیری شده. اگه برای شما بگم که از سزده بدر اجازه نداره کسی که همین حال بیرون شیه زنها خصوصا و هر کدوم از اونا نظر به شرایط فعلی نمیتونن تجلیل بکنن. اما باز هم خب اینا میخواین که یعنی ادامه بدن این فرهنگ رو دارن و ای که واقعا عشق میورزن برای از اون. من خود مشاهد ازی بودم که شب چهارشنبه سوری شم روشن میکنن، شم روشن میکنن برای جلوگیری هم میشه. یعنی چیزی که اونا نمیخواین، طالبا نمیخواین که این مردم انجام بدن، ولی زنها خصوصا در این قسمت خیلی پابندن. حتما یک شمع به خونه روشن میکنن، میارن به طاق میذارن، یا ای که اگر بزرگترها باشن میبرن یک آتش به پشت یک الکین به اصطلاح هیرتی نمیفهمم چی میشه، الکین روشن میکنن میذارن به پشت بام، به پشت بام یا مو نمیفهمم چی. خب پشت بام میذارن با غذاهایی که درست میکنن و از اون فرهنگ خود هنوز استقبال میکنن. اگر شما یک دو بار این سوال کردم که با چی دلیل شما همچین کار میکنه رو چهارشنبه سوری، خب میگن آخر ساله و این دلیل روشن کردن ایشم همینه که وقتی که ما شمع روشن میکنه معنی از این میده که تمام قمهار میخواین از خونه بیرون بشه و روشنی توسط روشنی آتش به داخل خونه بیاره. به یک چیز خیلی جالبی بود برای من، چون ما خود ما به شهر زندگی میکنم و وقتی که میبینم در داخل ده، در داخل یک قریه که این فرهنگ هنوز و هنوز هست، واقعا برای من جالب میگوش. خصوصا در قسمت چهارشنبه سوری شب یلدا به سزده بدر که دخترها میرن اونجا با خیلی جالبه با دایره تجلیل میکنن. در اگر اجازه باشه برای از طرف طالبا آنها دخترها جمع میشن به گوشه کنار زیارت ها، چند نفر جمع میشن دایره دارن، دایره میزنن میخونن و بعدن دخترهای جوان میرن سبزه گیره میزنن و بعضی ها خب قریه سیشان یک قریه هست که جاهای تاریخی خیلی زیادی داره. یک زیارتی هست به نام خواجه محمد کنج جهان، در اونجا میگن که خود حضرت علی اونجا آمده بوده و این همچین عقیده مردم ها دارن. خب بنابراین به مو عقایدی که دارن یک سنگ وجود داره که در اونجا وقتی که بعد از چهارشنبه سوری و مو سزده بدر دخترها میرن همون سنگ، دخترهای جوان البته که نمیفهمم این چیز در ایران هم هست یا نه، ولی دخترهای جوان به خاطر یعنی ازدواج به جلوی داره. اگر کسی دوستش باشن به نیت از اون و اگر کسی دوست نداشته باشن به خب معمولا باز میام به سر از این گپ که دوست داشتن به سیاوشان فعلا یک جرمه. اگر کسی دوست نداشته باشن خب به نیت ازدواج اون سنگ چندین بار بلند میکنن. خب اگر نیت از اینو برآورده شه میتونن و اگر نشه اون تا بالا کردن نمیکنن، یعنی بالا کردن. بران این چیزهایی که در فرهنگ سیاوشان، در فرهنگ بین مردم سیاوشان وجود داره و فکر میکنم این همه چیزها از اون وقت سیاوش و ایران و کهن و این چیزها باقی مونده است. حتما بله، کاملا درسته و همه اون رسمایی که گفتین حالا یا به همون شکل به شکل دیگه ای در منطقه دیگه برگزار میشه در تاجیکستان به نام الو پرونه، الو یعنی آتش در واقع برگزار میشه که در گذشته یک روز هم دید و بازدید نوروزی، هم سمن و پزان و هم الو پرون بوده. نوروز رو در چهارشنبه سوری خلاصه میکردن و این جالبه وقتی که نزدیک نوروز میشه در خیابون تاجیکستان راه میرین بچه های جوانی رو میبینین که گلی رو و
دستشونه شبیه گل زنبق هستش و این گل برگ‌ها در انتهای خودشون کمی تیره تر هستن که به اونها میگن سیاه گوش. ولی وقتی که از افراد کمی سندارتر تاریخچه اون گل رو میپرسیم میگن این سیاه گوش نیست، این سیاوش بوده، چون وقتی که سیاوش کشته میشه خون اون بر روی زمین میریزه و از خون اون گیاهی رویده میشه که این گیاه همون سیاوش هستش. شاهین جان میخوام از شما یک سوالی بپرسم. میدونم که شما اطلاعات خیلی فراگیری نسبت به شاهنامه دارید. چرا سیاوش چنین جایگاهی رو پیدا کرده؟ شاهنامه پر از قهرمان ها و شخصیت های مختلف هستش که همه اونها به نوعی حماسه هایی رو آفریدن، ولی وقتی که نگاه به سیاوش میکنیم و وقتی که این شواهد رو میبینیم و نام هایی رو که مربوط به سیاوش میشه، به یک باره متوجه میشیم که اگر نتونیم بگیم فراتر از قهرمان اصلی شاهنامه یا رستمه، تقریبا همپایه با رستم سیاوش داره نقش آفرینی میکنه. چرا، چه ویژگی هایی داشته که اینقدر در ذهن مردم نشسته؟ بسیار پرسش خوبی است و خیلی هم سپاسگزارم از بانو سیوین فائز که توضیحاتی درباره ده سیاوشان دادن. حالا بعد وقتی که خواستن صحبت کنن کنجکاوم بدونم چه فاصله با هرات داره و از توی هم متاثر شدم دیدم که طالبان در دوربر هرات هم هستن، چون فکر میکردم طالبان بیشتر در بین پشتوها هستن، بین تاجیک ها کمترن. حالا به نظر میرسه متاسفانه مثل قده سرطانی همه جا رفتن. در حال برگردیم به پرسش شما، همچنان که گفتید با اینکه رستم جان پهلوان شاهنامه است و کیخسرو شاه آرمانی شاهنامه است، سیاوش از یک محبوبیت ویژه‌ای برخوردار در شاهنامه. از نظر اسطوره شناسی برخی از کارشناسان از جمله مهرداد بهار سیاوش رو در حقیقت از ایزدان آریایی میدونه که در حقیقت پس از زرتشتی شدن این فلات بزرگ ایران، ایران شهر تاریخی، این شخصیت ها، این ایزد ها به مرور اومدن و شخصیت داستانی گرفتن و ایزد گیاه و تجدید حیات و از نو زنده شدن، مردن و از نو زنده شدن که در حقیقت در گیاه تجلی پیدا میکنه، نماد پیدا میکنه، شخصیت یا چهره سیاوش رو به خودش میگیره، ایزد گیاه. برای همین هم هست که ما با گیاهانی سر و کار داریم که در رابطه با نام سیاوشن. یا در شاهنامه میگه که دشتی پر از گل شد از جایی که سیاوش، در جایی که سیاوش کشته شد و خونش ریخته شد، یک پیوندی میخوره به اون ایزد گیاه. به هر حال این یک گمانه زنی است که میشود. از سوی دیگه خود سیاوش سه تا تقریبا ویژگی داره در شاهنامه و کلا در اسطوره و حماسه ایران که یه مقداری اونو از بقیه متمایز کرده. یکی اینکه سیاوش در حقیقت نماد وفا به عهد و پیمانه، به خاطر پیمانی که میبنده و به خاطر اینکه تصمیم میگیره گروگانهایی که بیگناه از تورانیان نزد اون هستند رو به فرمان پدر نکشه، برای به اصطلاح مقید بودن به پیمانش حاضر میشه از ولیعهدی دست بکشه، از زندگی در ایران دست بکشه، بره و به توران و در حقیقت در تبعید زندگی کنه. بعد اونجا با پدرزنش، یعنی ازدواج میکنه با دختر افراسیاب، با فرنگیس، با پدرزنش پیمان میبنده که به هر حال پیمان فامیلی است، به این پیمان هم وفادار میمونه و هنگامی که میآیند که به هر حال از میان ببرنش، این فرصتی که فرار کنه یا با بقیه ایرانی‌ها که باش هستن بگریزه یا دستکم ایستادگی کنه رو نمیخواد ازش بهره بگیره و بر سر پیمان میمونه و جانش رو بر سر پیمان میذاره. مطلب دوم، ویژگی سیاوش پرهیز از خشونته. سیاوش دست به شمشیر نمیبره به خاطر اینکه میخواد درسی بده برای هم نسلان و نسلان آیندهش که اگر پیمانی بسته شد و اگر بر راستی و درستی بنایی ساخته شد، به هیچ روی دست به شمشیر و خنجر نمیبریم برای تغییر اون پیمان، حتی اگر
جان مادر خطر باشه و از سیاوش میدونید که بدون که دست به شمشیر ببره میگیرنش تورانی ها و بعد به طرز خیلی ناجوانمردانه اون و بقیه ایرانی هایی که باشون بودن رو از میان میبرن. و در مجموع سومین ویژگی که میشه و در کل این داستان شاهنامه حتی در تنش آغازین سیاوش با سودابه نامادریش که میبینی پیش میاد مسئله مظلومیت سیاوشه. سیاوش اونجا متهم میشه که به نامادریش نظر داره در حالی که ما میدیم وارون این جریانه. سیاوش بیگناهه. وقتی بیگناهیش یکی دو مورد ثابت میشه باز مورد اتهام قرار میگیره. نهایتا از دالان آتش میگذره با اسبش و بعد در نهایت با خوشحالی مردم و شادی مردم کیکاووس پدرش ناچار میشه که سودابه رو کیفر بده. اما سیاوش وساطت میکنه که این کیفر داده نشه و سودابه بخشیده بشه. یعنی هر جایی از دستش برمیاد نیکی در حق حتی دشمنش میکنه و دوباره از اون نیکی آسیب میبینه. این نماد مظلومیت در حقیقت به تنها مناسبت سوگواری در ایران کهن تبدیل میشه، در ایران شهر تاریخی. برای همینم از تنها چهره ایست که ما در تاریخ و فرهنگ براش سوگواری داریم. شما سوگواری رستم رو نمیبینید، شما سوگواری کیومرث رو نمیبینید، فریدون رو نمیبینید، حتی سوگواری برای شخصیت حقیقی نمیبینید. نه که اینا شخصیت حقیقی نبودن، شخصیت مدون تاریخی مثل کوروش و داریوش و اردشیر شما نمیبینید. سیاوش این ویژگی مظلومیت رو به نظر میاد ایرانیان که مطمئنن خیلی با سختی در دوره‌های این سوگواری ها و این مراسم رو انجام میدادن، به هر حال تصمیم میگیرن که بخشی از این رو ناخواسته تزریق کنن توی پیکر تشیع و به پسر علی ابن ابی طالب امام نخست شیعیان، به فرزندش یعنی امام سوم، این ویژگی مظلومیت داده بشه. حالا فارغ از این که از نظر تاریخی آیا این ویژگیشون داشته یا نه بحث دیگری است، ولی این نوع عزاداری و خاک بر سر ریختن و به هر حال فستیوالی رو انداختن، البته یه مقدار با رنگ و بوی عربی طبیعتاً و یه مقدار رنگ و بوی تقریبا میتونم بگم یه مقدار بدوی به خودش گرفتن، تبدیل به مراسم تاسوع عاشورا شده، در حالی که سوگ سیاوشان به نظر میاد یک مراسم خیلی نمادین، خیلی ملایم و خیلی معنوی تری بوده. و امیدوارم که افغانستان امنیتی ایجاد بشه که هموطنان بتوانند به عنوان بازدید بروند اونجا و از خیلی از جاهای دیدنی افغانستان، از جمله من خودم خیلی علاقه مندم بلخ رو ببینم، برای اینکه بلخ هم با شاهنامه گره خورده است. دوست دارم بدخشان رو ببینم، دوست دارم الان صحبت ده سیاوشانه، ده سیاوشانه در هرات ببینم. امیدوارم این فضا ایجاد بشه که بشود بقیه ایرانی تباران هم به اونجا برون و اینو ببینن. ولی به عنوان آخرین جمله تو این بخش می‌خواستم این مطلب رو بگم که در پنجیکند که در ناحیه سغد قرار گرفته بین سمرقند و بخارا در ازبکستان کنونی، اگر اشتباه نکنم اوایل دهه 90 یعنی 1992-93 غارهای کشف شد، غار پنجیکند نام گرفت. در اونجا نقاشی‌هایی شده بود که داستان سیاوش رو نقاشی کرده بودن. وقتی فکر می‌کنم با کروماتوگرافی برآورد کردن دیرینگی یا قدمت این نقاشی‌ها رو دیدن حدود 2000 سال پیش نقاشی‌ها کشیده شده و خود این نگاره‌ها پایینش تاریخ خورده سال 2000 سیاوشی. از دید کسانی که نگاره‌ها رو کشیدن 2000 سال از سیاوش گذشته و خود اون نگاره ها 2000 سال هستند. بنابراین اگر آن را پایه قرار بدیم، ما حدود 4000 سال پیش به طور تخمینی زیست سیاوش رو در اون منطقه داریم و با توجه به آنچه که کریستیانسن هم میگه، ما نمیتوانیم دوره کیانیان رو فقط یه دوره اسطوره‌ای بدانیم. فکر میکنیم هرچی بیش از پیش میگذره بیشتر اسنادی کنار هم قرار میگیره که اون دوره رو ما دوره تاریخی راستین بدانیم. سپاس از شما، چقدر عالی بود. اینقدر مطالب مختلفی رو گفتی، من هی میخواستم یه نکته ای رو بگم که یادآوری بکنم، دیدم تعدادش زیاد شد.
نام بردید از استاد مهرداد بهار، یاد یکی از مطالبی افتادم که فکر میکنم با کتاب هفته در سال 1951 مطلبی رو خوندم در همین زمینه سیاوش، که ایشون گفته بودن مراسم 13 به در که همین چند روز پیش همه ما اونو داشتیم و خیلی ها شاید هیچ دید تاریخی هم نسبت به اون ندارن. در واقع مراسمی بوده در پیوند با همین سیاوش و در واقع گذر از یک دوره زن سالاری به مرد سالاری رو در تاریخ ایران نشون میداده، که در اونها اون میر نوروزی رو ثابت میکنه، یعنی که سیاوش به شکل یک شاه وارد میشه، با شاهزاده ای ازدواج میکنه و بعدا در پایان سال کشته میشه و خون اون بر روی زمین ریخته میشه تا باعث باروری گیاهان بشه. نکته دیگه رو که یادآوری کردین در مورد مراسمی بود که گفتید شما اشاره کردین تاس عاشورا رو، ولی اگر اشتباه نکنم حالا بعدا از خودتون دوباره میپرسیم، مراسمی هستش پیر شاریار یا اگر درست بگم ایران چمر، که در اون با اسب سیاه به سراغ میت میرن و به سراغ مرده میرن و اون اسب سیاه میدونیم که خیلی ها میگن معنی نام سیاوش هستش. حالا یک موضوعی هستش که شاید بحث تاریخیش رو بتونیم از شاهینجان بپرسیم و بحث مربوط به این قلعه رو از سیمینجان. ما در داستان شاهنامه در مورد کنگدژ و سیاوش گرد میخونیم، دوتا مکانی که دوتا قلعه‌ای که به دست سیاوش ساخته شده، به دست سیاوش ساخته شده و گفته میشه که سابقه خیلی طولانی هم دارن، بعضی ها حتی اون رو همون گرینویچ میدونن که امروز تغییر کرده. خیلی جالبه که ما در اوستا از کنگدژ به نام کنگها نام میبینیم، هرچند اون رو به سیاوش نسبت نمیدن. در متون پهلوی گفته میشه که اون رو سیاوش ساخته، ولی بر دوش دیوان سواره و در آسمانه. ما میدونیم که در اسطوره های مختلف همیشه ما تصویری از یک بهشت این جهانی رو داشتیم، یعنی ما بیشتر از اینکه بخوایم بهشتی فرای باورها رو توصیف بکنیم، سعی میکردیم اونو برای خودمون ملموس بکنیم و این جهانیش بکنیم. تفاوتی که بین این باور، بین این دژ آرمانی وجود داشته با توصیفاتی که حتی بابلی ها هم داشتن و هندی ها داشتن که خیلی شهرها رو به اون نسبت میدن، اینه که در باور سایر مردم ما یا نمونه های آرمانی داشتیم در آسمان ها که میان نمونه زمینی اون رو میسازیم، و یا به طور کل یک بهشتی رو آرمانی توصیف میکنیم که غیر قابل دسترسیه. ولی وقتی که ما به بحث سیاوش میرسیم و بحث کنگدژ، در واقع یک چیزی رو میبینیم که گفته میشه که کیخسرو از این دژ میخواد که از دوش دیوان بیاد پایین، از آسمان ها فرو بیاد و بر روی زمین جا بگیره، یعنی یک شکل آرمانی رو به روی زمین میاره. حالا این میخوام بدونم که آیا این باور، اینکه چنین دژی وجود داره و خیلی ها نقاط مختلفی رو به اون نسبت میدن، در مورد قلعه سیاوشانی که شما سیمینجان توصیف کردی وجود داره یا نه؟ یعنی اون رو شکل آرمانی یا همین دژ ساخته شده خود سیاوش میدونن، یا اینکه چیزی هستش که به یاد اون و در پیروی از این اسطوره ها ساخته شده؟ نخست میخوایم به سوال آقای نژاد برسم که گفتن که در کدوم قسمت قریه سیاوشان موقعیت داره، در کدوم قسمت شهر، و بعدا به جواب سوال شما برسم. قریه سیاوشان در 18 کیلومتری شهر هرات در شمال شرق میدان هوایی قرار داره که حدودا 5000 فامیل خانواده در اینجا زندگی میکنه و نظر به
مشکلات که داشته فعلا همون جمعیت از آن نصف. در حقیقت بزرگها همه که آنجا میگن که این چیزهایی که دست خود سیاوش ساخته شده و بعضی چیزهایی هم هست که با یاد آوردن از او و به طور مثال ما یک شیعه داریم، یک زیارتی داریم، اگر متوجه شده باشم که دقیقا سوال شما، زیارتی داریم به نام خانقا یاد میشه و او زیارت به خاطر بعضی از قسمت هایی که آتشخونه یا همون آتشخونه ها بوده ساختن، حالا میگن اون ما به خاطر آرامش روح سیاوش ساخت و این چیزهایی بوده که یعنی مردم خود از اونا ساختن و در حقیقت او قلعه که بوده به بعضی مناطق و حصارهایی که بوده دو قلعه دیگه هم وجود داره که کوچکتره و به شکل نمیفهم ما به شکل خونه های کنیز خونه تقریبا گفته میتونیم به اون شکل که میگن که اینا رو همه سیاوش به خاطر خانم خود ساخته. این چیزها وجود داره که ساخت دست خود سیاوشه اما خیلی خراب شده، اصلا وضعیت ساختاری از اینا خیلی خرابه دیگه. متاسفانه نظر به شرایط هم هست کسی توجهی به اونها نکرده اصلا. بنابراین مردم هنوز هم مایل هستن که و چیزها دوباره بازسازی بکنن و بعضی چیزهای تازه هم اگر دولت اجازه بده، دولت خود اجازه فکر کنم مشکل نداشته باشه ولی بیشتر مخالفین هم که مشکل دارن و در قسمت مسئله سیاوش و مسئله زردوش اینها و اجازه نمیدن که بعضی چیزهای جدید و تازه ساخته شه به نام سیاوش. من فکر میکنم اگر همین رقم پیش بره همه چیز در خطره، همه چیز واقعا در خطره و چیزی هم نمونه از نه از قلعه ممونه نه از چیزهایی که ساخت دست مثلا اون پنیس خونه ها که بوده ساخت دست خود سیاوش یا ای که چیزهایی هم که بعدن به نام سیاوش ساخته شده توسط مردم، همه چیز فکر کنم رو به خرابیه و مخالفین هم اجازه نمیدن که چیزی درست شد. بله دقیقا برای همینه که وقتی ما بحث فرهنگ ایران شهری رو میکنیم میگیم که باید فرهنگ این پهنه رو حفظ بکنیم، یعنی حتما نابودی اون نابودی بخش از میراث من داخل مرزهای کنونی ایران هم میشه و بهتر اینه که ما آگاهی داشته باشیم. قبل از اینکه برم به سراغ شاهین جان تا بخوام بحث تاریخش رو در مورد همین سوال بپرسم، سیمین جان مکانهای دیگری از این دست هم وجود دارن که دچار چنین مشکلاتی باشن و با نامهای اسطوره‌ای یا قهرمانان اسطوره‌ای پیوند خورده باشن حالا یا در حرای داشتن؟ دقیقا میخواستم پیشتر همین چیزی بگم، ما نامهای دیگه هم داریم در خود افغانستان که در اسطوره ها پیوند خورده، مثلا در سمنگان ما یک جای داریم به نام تخت سهراب، شاید شنیده باشین تخت رستم ببخشید، خیلی معذرت، تخت رستم که در آنجا وقتی که با تحمیل ازدواج میکرده رفته آنجا و با چیزی که مردم معتقد هستن گفته شده که تحمیل برای خود با خونه های ساخته در اونجا مشخصه که در وقت بوده یا ساخته شده، البته تحمیل برای خود خونه های ساخته که عروسی در همونجا صورت گرفته و خود رستم برای خود تخت ساخته که در آنجا معتقدند که با زردوش در حدود 10 سال بالای این تخت زندگی کرده و حکومتی داشته. و یک جای دیگه هم بنام کهف تهزاد داریم در کهندج، در خوست ببخشید، در خوست وجود داره، او هم مردم معتقدند یک جای یک قلعه خیلی بزرگیه که در آنجا خود تهزاد فکر کنم جنگ هایی داشته با خود رستم، با خود بله با زال و رستم و اینها که اونجا به نام اوغان اونا رو یاد کردن در یک قسمت از چیزی که میخوندم، خیلی آدم فکر کنم سختگیری بوده و رازن بوده و دوست بوده و همچین چیزی. و
باید اینجا دیگه هم قلعه دیگه هم داریم به نام قلعه ایزال که در شمال شقربی کندش یا کندوز امروز بشید داره که از آنجا میگن اسکندر از اونجا را تیر میشده و یکی دیگه هم در خود شهر هم بزار همین چیزی که مال شما یاد داریم به نام سیاوش سیاوش گرد یاد میشه که در مزار شریف موقع داره و او اونجا هم با همون قسمتی که اسکندر مقدونی میگن رفت آمد داشته یک همه کنکته یا وصله. دیگه جاهای زیادی ما داریم در خود افغانستان، به طور مثال البرز، کوه البرز که در ولایت بلخ وجود داره و این جالبی از این جایی که میگن پدر خود پدر زال اونجا وقتی که تولد میشه او رو میبرده در کوه البرز میگذاره و بعدا خود اونجا چون معبد وجود داره به نام معبد نوبهار و خود از اونجا میره با خدا به راز و نیاز میپردازه. در همون جا هم یک تپه وجود داره به نام تپه رستم. اینا همه به هم دیگر وصل در جای خیلی مختلفی داریم که کلن اسامی اسطوره ها در اونجا نمایانه و به این نتیجه میرسم که واقعا شاهنامه فردوسی جزء فکر میگم از افغانستان و افغانستان جزء از شاهنامه فردوسی به خاطر از اینکه اسامی خیلی زیادی در اینجا در کتاب شاهنامه وجود داره و مردم هم آنقدر به این اسامی داخل از این عمق از این کتاب رفتن شدن که اصلا فکر میکنم سالهای سال دیگه هم شاید اگر تیر بشه این اسم هنوز وجود داره و هیچ کس تغییری آورده نمیکنه. مثلا به هرات یک قسمت هست او را به نام چی یاد میکنن؟ به نام جاده قدیم ها البته یاد میشده، هنوز به مو اسم یاد میشه. مثلا یک چی هست، یک جاده هست به نام جاده رستم میگفتن. البته در جاده های خیلی قدیمی وجود داره که من وقتی که تحقیق کردم، ولی فکر میکنم هنوز مردم میخواین که او اسم ها وجود داشته باشه. اگر هرچی دولت کوشش میکنه که اسم ها رو تغییر بده، ولی باز هم وقتی که خواسته باشی تکسی بگیری، وقتی که خواسته باشی با یک وسیلی به اونجا بری، اسم اصلی اولی رو باید بگیری، در غیر از مردم نمیشه. فکر میکنم مردم هم هنوز علاقه مندی دارن و به این جاها خیلی به این اسم ها کلن دیگه به سلام ها اتقام شده. ممنون هستیم اینجا، امیدوارم که بتونیم اینها رو حفظ بکنیم یاد شده اون سرنوشتی که بسیاری از آثار تاریخی و میراث فرهنگی مون در هر کشور شده نشن. خب شاهین جان، برگردیم به همون پرسشمون. به نظر شما آیا این مکانها، مکانهای تاریخی که حالا با ایران نام سیاوش پیوند دارن و قلعه هایی که به نام سیاوشان قویلقان فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، یا مکانهای دیگری از این دست که به نام سیاوش پیوند خوردن، در واقع تصوری بودن برای اون شکل آرمانی قلعه‌ای که سیاوش ساخته، یا اینکه بعدها به خاطر عشقشون یا تلاش برای بازگشت به فرهنگ دیرین ساخته شدن و اونها رو به سیاوش نسبت دادن؟ پرسش بسیار جالبی است. کندش و همچنین سیاوش گرد که اشاره کردید بهش، در مورد سیاوش گرد، خب اون گرد به معنای شهر، ما تو بقیه زبان‌های هندو اروپایی هم این واژه رو می‌بینیم. در زبان روسی مثلا وسط گراد اومده، مثل استالینگراد یا ولگاگراد یا پتروگراد یا بلگراد پایتخت یوگسلاوی سابق. این گراد همون گرد ایرانی است که در زبان‌های هندو ایرانی بوده، اونجا گرد بوده گراد شده و اینو ما در ایران هم مثلا داریم، فرض کنید دستگرد یا بروگرد که شده بروجرد. شاید ما 7-8-10 تا نمونم تو مرزهای ایران کنونی داریم. در مورد کندش به طور خیلی مشخص ما از متون همچنان که اشاره کردیم در میابیم که
در جهان مینو یک همچین برج و بارو و قلعه و شهر آرمانی وجود داره. از توصیفاتی که میشه مشخصه این در جهان حسی نیست، در جهان مینویست. منتها به طور بسیار زیبا و جالبی ایران شهری ها اومدن و از مفاهیم مینوی برای خودشون یه تجسم گیتیایی درست کردن. مثلا کوه البرز ما به طور مشخص از متون کهن پهلوی میبینیم، از خود اوستا میبینیم. کوه البرز کوه اسطوره‌ای است، یعنی کوهی است که شما یه پلی هست، پل چینگود، از روش عبور میکنید. اگر که راستگو باشید و درستکار باشید از این پل که بگذرید، این یه سرش میره به رود به کوه البرز. حالا بعد این یه جوری هم وارد اسلام شده، منتها حالت مینویشو از دست داده، حالت مادی گرفته شده، پل صراط و داستان چیز دیگری شده. اما این کوه البرز برای همین وقتی از مینو به گیتی میاد، به زمین میاد، شما نمودشو در کوه البرز در نزدیک تهران میبینید، در کوه البرز در افغانستان میبینید، در کوه البرز در یکی از استانهای مرکزی ایران میبینید. یعنی ما 4 تا کوه البرز داریم تو ایران، گستره ایران شهر. نشون میده جاهای مختلف تجسمی که از اون البرز مینوی داشتند و اونجا به شکل رخت مادی تنشون میکنن. از این رو من فکر میکنم که در مورد کندش آن توصیفی که میشه از دژ سیاوش توسط مردمی که بهش علاقه من بودن، احتمال زیاد اندکی پس از کشته شدن سیاوش برپا میشه، یا دژی که وجود داشته رنگ و روی سیاوشی میگیره. این به این معنا نیست که این 500 سال پیش درست شده، نه، من فکر کنم بعضی سیاوش احتمالا قدمت داره، ولی اون حال و هوای مینوی و اسطوره‌ای تبدیل به یک حال و هوای زمینی و این جهانی میشه. و من یک خواهشی میخواستم بکنم، اگه بعد حالا مقدور باشه خانم فائز و اگر بستگان یا دوستانشون بتوانن عکس یا فیلمی از این دهه سیاوشان رو بتونن به گونه بفرستن، دست جنبش رنسانس ایرانی باشه، حتما پخش کنیم. خدای نکرده اگر باز یه بخش دیگری از میان رفت، یه بخش دیگری ریزش کرد، یه جای آب زد، متاسفانه سوی مدیریت ها هست توی ممالک اسلامی، همه جا اون چیزی که مربوط به اسلام نباشه رو رها میکنن تا خراب شه. اگه خودشون درن سراغش که خرابش کنن، مثل کاری که داعش در پالمیرا کرد یا کاری که طالبان با اون برجای مجسمه های تندیسای بودایی کردن. دست کم ما سندهایی داشته باشیم، شاید هم بشه بعد با بررسی این فیلم ها و تصاویری که از این جاها مثل سیاوشان گرفته میشه، شاید به پژوهش تاریخی هم کمک کنه. شوربختانه امکانی که ما الان بریم اونجا فعلا نیست، امیدوارم امکانش بعدا ایجاد بشه، ولی از این راه شاید بشه بعد که یه مقداری کنکاشی کرد و اطلاعات بیشتر به دست آورد. سپاس شاید جان. اتفاقا سیمین جان عکسهایی رو، خب تعداد زیادی نیست، ولی فرستادن که متاسفانه خیلی هم غم‌انگیز هستن، چون که وقتی که ما میگیم قلعه، انتظار دیدن یک بنای با شکوهی رو داریم، ولی وقتی که میبینیم خب حتما شکوه اون به خاطر اون تاریخش، نامش و مراسم اونجا باقی مونده، ولی وقتی که اون دیواره ها، حتی دیواره های فرو ریخته رو میبینیم، جای افسوس داره و افسوس میخوریم. و به هر حال تا جایی که بتونیم در همین برنامه اونا رو نشون خواهیم داد. خب ما در واقع میخوایم بحث بیشتری رو دنبال بکنیم، فقط زمانمون خیلی محدود هستش، برای همین به عنوان آخرین پرسش از سیمین جان میخوام که بپرسم آیا اون مراسم امروز وقتی که در مثلا مراسم چهارشنبه سوری که برگزار میشه در سیاوشان، آیا مردم اون رو به نام مراسم مربوط به همونجا یاد میکنن، یا اون تاریخ مشترک یا اون فرهنگ مشترکشون در پیوند با دو سرزمین دیگه یا حتی فراتر از اون هستش هم در نظر گرفته میشه یا فراموش شده؟
در حقیقت فکر می کنم هم مردم سیاوشان خود از اینا یه رقم خود خود پیوند میدن با مردم با همین ایران شهر بگم چی بگم یعنی با همین ایران کهن به نظر می بخاطر از اینکه وقتی که اونها چهارشنبه سوری می خواین مثلا تجدید بکنن یا می خواین سجده بدل برن یا اینکه می خواین سال نو رو تجدید کنن اولین چیزی که پرسان می کنن اول سوال از اینه که ببینیم که ایران چی وقت سال نو می کنه و این نشان میده که یک قسم اینا پیوند دارن با ایران و این رسم و رواج از اونها نمیفهمون گرفتن یا ای که میخواین خود خود یک شکل جزئی از اون جامعه بگیرن یا ای که آنها جزئی از خود خود بگیرن ولی در کل خود چهارشنبه سوری در سیاوشان در کل هرات البته میشه ولی فکر میکنم به عظمت سیاوشان نیه بخاطر از اینکه پیش از اینکه طالبان آنجا بیان چهارشنبه سوری به می شرطه که در ایران تجلیل میشد و ای که طوری که من خود یکی دو بار به ایران رفتم و یک چهارشنبه سوری رو اونجا تیر کردم میبینم خیلی اینها به هم نزدیک به رابطه های دارن به طور مثال وقتی که میخواین از بالای آتش اصطلاح ما بپرن این چیزی من به ایران هم شنیدم به سیاوشان هم شنیدم که سرخی آتش میخواین از آتش و رنگ زرد خود خور میخواین باز دوباره به آتش بدن من این چیزهایی هست که فکر میکنم کلن یک پیوند با خود فراتر از هراته فراتر از سیاوشانه و فکر میکنم کلن فراتر از خود ایران باشه که اگر ما خواسته باشیم به قسمت تاجیکستان هم بریم و به قسمت دیگه کشورهای پرسی زبان هم بریم فراتر می باشیم و این مردم کلن خود خود یک مردمان جزء از جامعه پرسی زبان ها دارن و می خواین البته هستن ولی بزرگترن به نظر من و بزرگتر می خواین خود خود نشان بدن و تمام رسم و رواج به طور خیلی همون ناب طوری که از اول بوده و شکلی که ما فارسی زبان‌های اصلی ما که فارس بوده یا ای که شکل ایران حالی که میگم برگزار میکنن اینا هم میخواین به اون شکل برگزار بکنن البته بدبختانه بگم امی کسایی که سن سال بالا بوده و ای که کلن از تاریخ از فرهنگ و از رسم رواج ها انات اصلی اون دوره های قدیم در وقتی که سیاوش بوده یا ای که پدر بزرگ ها همی که نسل به نسل سیر شده اینا خیلی کم موندن به سیاوشان و فعلا هرچی هست جوان های موندن که اونها هم نظر به شرایط بری که دارن خیلی به راحتی نمی کنن که اون رسم رواج ها کلن بپا بدارن یا انجام بدن برن کوشیش فعلا کوشش نسل جوان کوشش ماها کسایی که اونجا هستیم کوشش میکردیم که فراتر از هرات باشه کلن جامعه فارسی زبان ها اونجا ما بتونیم پیاده بکنیم فرهنگ از ما خب بدبختانه شرایط برای ما اجازه نداد و امیدوارم از این به بعد ببینیم که دولت چی کارهای انجام میده و مردم چی کارهای میخواین بکنن اگرچه نسل باسواد خیلی کم مونده فعلا به او قریه خیلی وضعیت امنیتی خرابی داره فعلا امیدوارم جواب خوب گرفته باشه سپاس از شما ما هم امیدواریم که دست اهریمنا از همه میراث تاریخی فرهنگی مشترک ما کوتاه بشه و ما بتونیم شاهد دوباره شکوفا شدن اونها در بین مردم باشیم از این جهت میگم بین مردم به خاطر اینکه من فکر میکنم با آگاهی دادن در مورد همه این میراث وسواس ما یا حساسیت ما نسبت به اونها بالاتر میره وقتی که من در مورد این قلعه که شما توصیفش کردیم میشنوم وقتی که
شاهین جان در مورد تاریخ اون صحبت میکنه، در مورد نام سیاوش، در مورد عظمت نام شما، در مورد این بنا و تاریخ اون صحبت میکنین، آگاهی من نسبت به این مکان بالاتر میره و سعی میکنم اون رو به عنوان یک میراث با ارزش بیشتر حس بکنم. امیدواریم که شاهد چنین روزهایی باشیم. خب من میخواستم در پایان هر برنامه فقط دو خبر خیلی کوتاه، در حد دو جمله، از دو کشور فارسی زبان بگم. خبرها تقریبا میشه گفت نوروزی هستش. یکی شما هم اشاره کردین، بازگشت از افغانستان بود و بازگشت چهارشنبه سوری که سالها به خاطر وجود آتش، به خاطر اینکه این درگیری ها و جنگ ها بود، اون رو ممنوع کرده بودن و امسال دوباره افغانستان داره برگزار میشه. و خبر دیگری هست از تاجیکستان. در تاجیکستان در واقع پرچم که در واقع امروز سومین پرچم بزرگ جهان در اونجا نصب هستش، در روبروی در ورودی باغ مجسمه هایی رو از شاهان تاریخی آریایی، در واقع اونها چنین نامی رو گذاشتن، در واقع ایران شهری صف کشیدن که سردمدار اونها کوروش بزرگ هستش و بسیاری از این بزرگان رو میبینیم و خوشحالیم که بالاخره بعد از این دوران سکوت مردم تاجیکستان هم فرهنگ گذشته خودشون رو زنده میکنن. خب امیدوارم که مهمان رو خیلی خسته نکرده باشیم، همچنین شما عزیزانی رو که با ما همراه بودین، و از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده امیدواریم بتونیم دوستانمون همراه باشیم. می خواهیم که در برنامه های آینده ما هر وقت میتونن با ما همراه بشن و ارزمشون رو بدن. از هر دوستان از گذاری میکنیم از هر دو ایمان عزیزمون و خوشم بدونیم که کارم